ممنون شما دوستای خوبم، امیدوارم که حالتون خوب باشه. به کانال خودتون دکتر سلامت در یوتیوب خیلی خوش اومدین. امروز قصد دارم 10 خاصیت باور نکردنی آب درمانی به روش ژاپنی رو برای شما توضیح بدم. پس ما رو در این ویدیو همراهی کنید و لایک و سابسکرایب کردن ما رو فراموش نکنید. مورد اول، آبرسانی مجدد به بدن. در حقیقت 60% بدن انسان از آب تشکیل شده. به همین دلیل نیز حفظ آبرسانی به بدن بسیار اهمیت دارد. وقتی مجموع آب بدن کاهش یابد دچار کم آبی می شویم. این مشکل با نوشیدن مقدار زیادی آب برطرف می شود. در نتیجه بعد از نوشیدن آب احساس شادابی و افزایش انرژی خواهیم کرد. به علاوه نوشیدن آب سرد داره 19 خاصیت است که شاید باورتان نشود. مورد دوم، بازیابی توان مغز. 75% از مغز را آب تشکیل داده است. نوشیدن یک لیوان آب می تواند توان پردازش مغز را تا 14% افزایش دهد. از جمله دیگر فواید نوشیدن آب برای مغز می توان به افزایش قدرت تمرکز، بهبود خلاقیت و بهبود حافظه اشاره کرد. خواص آب برای مغز از این مسئله سرچشمه می گیرد که این مایه حیاتی داری انرژی الکتریکی مهمی است که به پردازش حافظه، فرآیند تفکر و بسیاری دیگر از کارکردهای مغز کمک می کند. علاوه بر نوشیدن آب، 9 روش عالی دیگر برای تقویت مغز نیز وجود دارد. مورد سوم، پاکسازی روده ها از خواص آب درمانی ژاپنی. وقتی به صورت ناشتا آب می نوشیم، آب به آسانی می تواند در مجاری گوارشی حرکت کند. نوشیدن آب برای پاکسازی روده بسیار مفید است. با پاکسازی روده جذب مواد مغذی حاصل از خوردن غذاها بهبود می یابد و همین مسئله به افزایش انرژی و احساس شادابی و سرحالی کمک می کند. مخلوط سیب و عسل نیز مجون بسیار عالی برای پاکسازی روده شناخته شده است. مورد چهارم، بهبود متابولیسم. پژوهش‌ها ثابت کرده اند نوشیدن حدود 500 میلی لیتر آب سرد هنگام صبح میتواند متابولیسم را تا 24% افزایش دهد. برای کسب بهترین نتیجه توصیه می‌شود این کار را با معده خالی انجام دهید. مورد پنجم، بازیابی درخشندگی پوست. کم آبی بدن یکی از دلایل پیری و خشکی پوست است. کم آبی باعث می شود پیرتر از سن واقعی من به نظر برسیم، زیرا در اثر کم آبی درخشندگی طبیعی پوست از بین می رود. با استفاده از آب درمانی ژاپنی سموم بدن دفع می شوند. این روش سنتی ژاپنی به آبرسانی به بدن کمک می کند و به این ترتیب پوست من جوانتر و زیباتر دیده می شود. به علاوه توصیه می کنیم از مصرف 7 خوراکی که باعث و دلیل پیری زودرس شما هستند خودداری کنید. مورد ششم، کاهش خطر ابتلا به سردرد. کم آبی بدن ممکن است باعث بروز سردرد شود. فوراً بعد از بیداری از خواب آب بنوشید تا از بروز کم آبی و همچنین احتمال ابتلا به سردرد به عنوان یکی از برجسته‌ترین علائم کم آبی در بدن پیشگیری کنید. کمبود آب بدن یکی از 5 چیز غیر منتظره است که علت سردرد شدید شما هستند. مورد هفتم، بهبود حرکات روده ها و اجابت مزاج. نوشیدن آب به محض برخاستن از خواب می تواند به بهبود حرکات روده و اجابت مزاج کمک کند. از دیگر خواص آب درمانی ژاپنی می توان به پیشگیری از بروز یبوست اشاره کرد. بعد از خوردن صبحانه یا هر کدام از وعده های غذایی در طول روز امکان بروز یبوست وجود دارد. بر اساس آمار دانشکده علوم بهداشتی دانشگاه مکمستر، 27% از آمریکایی ها به یبوست مزمن دچار هستند. مورد هشتم، خلاصی از شر مواد زائد در بدن. بدن انسان داری یک فرآیند طبیعی است که طی آن در هنگام خواب به ترمیم و پاکسازی خود می‌پردازد. به همین دلیل هنگام صبح مواد زائد زیادی در بدن وجود دارند. با نوشیدن آب به صورت ناشتا این مواد زائد از طریق ادرار از بدن خارج می‌شوند. مورد نهم، تقویت دستگاه ایمنی بدن از خواص آب درمانی ژاپنی. آب به عنوان یکی از حیاتی ترین بخش های بدن انسان به بهبود دستگاه ایمنی بدن نیز کمک می کند. در نتیجه با تقویت توان ایمنی بدن به آسانی می توانیم با برخی از عفونت ها و بسیاری دیگر از انواع بیماری ها مبارزه کنیم. مورد دهم، پیشگیری از بسیاری از بیماری ها. طبق نتایج پژوهش‌های در خصوص خواص آب درمانی ژاپنی برای سلامتی، این کار می‌تواند و اندازه قابل توجهی به پیشگیری از بروز بیماری‌های مختلف از جمله دیابت، سنگ کلیه، بیماری آسم و آنژین کمک کند.
اگر قصد دارید از خواص این آب درمانی بهره مند بشید، به شیوه زیر عمل کنید. به محض برخاستن از خواب با معده خالی 4 تا 6 لیوان هر یک به اندازه 160 الی 200 میلی لیتر آب بنوشید. آب نوشیدنیتان باید ولرم یا دمای آن به اندازه دمای اتاق باشد. توصیه می شود مقداری آب لیموی تازه نیز به هر لیوان اضافه کنید. بعد از نوشیدن آب می توانید دندانهایتان را مسواک کنید. برای کسب بهترین نتیجه توصیه می شود دست کم تا 45 دقیقه بعد چیزی نخورید و ننوشید. بعد از گذشت 45 دقیقه می توانید طبق معمول به خوردن و نوشیدن بپردازید. توصیه می شود دست کم تا 2 ساعت بعد از خوردن صبحانه چیز دیگری نخورید و ننوشید. برخی از افراد سال خورده به دلیل ابتلا به برخی بیماری ها نمی توانند از این دستورالعمل استفاده کنند، یا حتی برخی افراد که به تازگی به آب درمانی ژاپنی روی آوردند باید این روش درمانی را با روزی 1 لیوان آب شروع کنند و به تدریج میزان آن را افزایش دهند. این روش درمانی نه فقط در کشور ژاپن بلکه در سراسر جهان نیز محبوب است. در صورتی می توانید به طور کامل از خواص آب درمانی ژاپنی بهره مند شوید که آن را به طور مرتب در سبک زندگیتان بگنجانید. مرسی که با من همراه بودید. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.